بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض شد که یکی از واجباتی که از زمان سن تکلیف تا زمان از دنیا رفتن بر انسان واجبه، مسئله تقلیده. اگر کسی مجتهد نیست، اهل احتیاط هم نمیتونه باشه، باید مرجع تقلید داشته باشه. در این رابطه پدرها، مادرها، معلمین، اینها باید فرزندانشون و دانش آموزان رو از همون اول سن تکلیف توجه بدن که وقتی که به سن تکلیف میرسن، همونجور که نماز واجبه، روزه واجبه، تقلید از مرجع تقلید هم لازمه. در انتخاب مرجع تقلید این سوال مطرحه که آیا لازمه حتما با ما همشهری باشه یا نه؟ فرمودن نه، ملاک اعلم بودنه. هر کی علمش تخصصش بیشتره از او باید تقلید کنیم، از علما سوال کنیم، از او تقلید کنیم که اعلمه و ما میخوایم از او تقلید کنیم، حتما باید در کشور خود انسان باشه یا نه؟ فرمودن اینم لازم نیست. الان عده زیادی هستن که مقلد مقام معظم رهبری هستن، در کشورهای دیگه هم هستن. لازم نیست که مرجع انسان در کشور خودش باشه. و سوال دیگه ای که اینجا مطرحه اینه که اگر کسی از اول سن تکلیف مرجع تقلید نداشته، حالا به هر جهتی ندانسته مرجع تقلید نداشته، یا مرجع تقلید داشته از دنیا رفته مرجعش، ولی مرجع زنده انتخاب نکرده، چون عرض کردیم که لازمه همیشه انسان مرجع زنده هم باید داشته باشه، این حالا وظیفش الان چیه؟ فرمودن وظیفش اینه که الان باید با سوال کردن از علما مرجع زنده اعلم انتخاب کنه. بعد اعمال گذشتش هم فرمودن اگر مطابقت کنه با فتوای مجتهدی که وظیفش بوده که از او تقلید کنه، یا مطابق باشه با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کنه، اگر اعمالش مطابق باشه اعمال گذشتش هم صحیح میشه، و الا در بعضی از موارد اعمالش باطل میشه، دوباره باید انجام بده. نثار و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما همه با هم صلوات.